به نام پروردگار رنگین کمان، به نام یزدان، من موید توسی هستم و خرسندم از اینکه شما منو دنبال میکنید. اومدیم با یه پادکست دیگه. خوشحالم که این پادکست جدید و اینجوری و با این فیلم ها متاسفانه شروع میکنیم. اولی سریال بی گناه. گناه فرشته است و من توی ویدیوی که همون شما داشتید میدیدید اشتباه کردم و این اشتباه هم از روی استرس کار بود. امیدوارم که لذت ببره آدمش. چیزی که من اینجا اولین چیزی که به ذهنم اومده و نوشتم، بدترین بازی و فیلم شهاب حسینی از زمانی که من یادم میاده. من حالا صحنه ها رو میذارم، صحنه های خودزنی شهاب حسینی تو جدای نادر از سیمین و این فیلم، ببینید کدومش واقعی تره. من که هیچ وقت نفهمیدم تو چی داری به من میگی. من هیچ وقت نمیفهمم تو چی میگی. نمیفهمم که تو داری به من چی میگی. آیا این شهاب حسینی همون شهاب حسینیه که نخ گرفت واسه اسکار نامزد شده بود؟ راجع محتواش هم میخوام بگم، محتواش در حد بچه های اول دبیرستانه که تازه فکر میکنم چیزی یاد گرفتم و میتونم بنویسم. از اینا گذشته هیچ مفهوم و هیچ چیزی نداره. واقعا نمیدونم با چه نیتی این فیلم ساخته شده که اینقدر بی‌محتواست. حتی آقازاده هم یک مضمونی داشت. حتی آقازاده. راجع بقیه عوامل هم که میخوام بگم، در حد خودشون خوب بود. امیر آقای در حد خودش خوب بود. دادم مصطفی در حد خودش خوب بود. من خودم میگه دختر آقای پژمان بازرگانی رو دارم میگم، در حد خودش خوب بود. در حد حسنش من خدا خوب بازی کرد میگم و کلن میگم در حد فیلمه در حد بازیگراش نبود. همیشه برعکس فیلمه در حد بازیگرها نیست، ولی الان برعکس بازیگرها فیلمه در حد بازیگرها نیست. در حالت عادی باید فیلمه از بازیگرها بزرگتر باشه. درست باید از اول درستش رو بگم. بازیگرا معمولا بازیگرا از فیلم و نقش کوچیک‌ترن، ولی تو این فیلم برعکس، بازیگرا از فیلم و نقششون بزرگترن. اگه بخواید بگم پیشنهاد بدم این فیلم رو ببینید، از هیچی بهتر. یعنی اگه داشتید از حوصله‌تون سر رفته بود و هیچ کاری دیگه نمیتونستید بکنید، نمیتونستید برید بیرون و نمیتونستید کار دیگه ای انجام بدید و فیلمی نداشتید ببینید، میتونه واسه رفع حوصله‌تون سرتون گرم شد چیز بدی نیست، خوبه. و اما فیلم سینمایی، فیلم سینمایی هم که انتخاب کردیم کد چرمیه که یکی از نقش‌های اصلیش جواد عزتیه به همراه دختر ناصر زخمکاری.
فیلم خوبی بود. خانم پانتا پناهی اگر اشتباه نکنم اسمشون درست بگم توش بازی کردم. فیلم سینمایی خوب و قوی بود، فضاسازی گیرین، همه چی اوکی بود. اگر میخواهید فیلمی رو ببینید راجع به مواد مخدر، راجع به زندانیایی که به اشتباه به زندان افتادن ببینید، قطعا میتونه یک فیلم به شدت فوق‌العاده باشه، مخصوصا کسایی که حالا درمورد تجاوزه. فیلم به شدت باحالی. فقط تنها چیز ضایعی که داره کلاهگیس صابر ابده. من نمیدونم کلاهگیسه یا موهای خودشه، ولی واقعا ضایعه است، واقعا ضایعه است. واسه تو میذارم گاف دادن نیست سر شما انده خدا. چرا آخه چه چیزی داشت. و در کل میشه گفت فیلم سینمایی به شدت خوبی بود توی این چند سال که دیدم. این نکته خاص ندارم. مرسی که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که ویدیو دوست داشته باشید، حتی ازتون راجع به دوتا از فیلم حرف بزنید. و اگر دوست داشتید راجع به فیلم یا سریالی حرف بزنیم، میتونید این زیر کامنت بذارید که راجع بهش حرف بزنید. و فیلم و سریالی که حالا اصلا تا بعدیم که راجع بهش حرف بزنیم، یکی اوکازیونه که هادی کاظمی، ایمان صفا، سمان پاکدل و رضا نیکخواه بازی کرده. من حافظم در حد واقعا خیار متاسفانه. و دیگه فیلم جالب و فیلم سینمایی که میخواییم راجع به شرف بزنیم، پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه، اونم فسیله، واقعا در حد پشکل همین رو میتونم بگم میارزه. حالا هفته بعد راجع به شرف میزنیم، راجع به خیلی چیزاش باید حرف زد. دوستتون دارم، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید. تا دو دیگر، بدرود.